سلام و وقت شما بخیر. به برنامه بازار از تلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. خوشبینی است بارندگی های اخیر در کابل. اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که هرگاه بارندگی های اخیر در پایتخت رخ نمیداد، این اداره به علت آلودگی بیش از حد هوا در شهر کابل حالت اضطرار اعلام مینمود. صلاحیت عام تام داره اداره ملی حفاظت محیط زیست که قانون محیط زیست اجرا بکنه. ایجاد طرح قانونسازی معدنکاری. وزارت معدن و پترولیم از ایجاد طرح به هدف قانونسازی معدنکاری های حرفه‌ای و کوچک خبر میده. په هغه سیمو کې چې موږ امکانات د دې لرو چې هلته موږ قانوني کو دا پروسه ارزیابیانې شوي دي. ایجاد بانک اطلاعاتی زمین در کشور. وزارت شهرسازی میگوید که در 8 ماه پسین 2.5 هکتار زمین دولتی در 28 ولایت سروی شده. تلاش میکنیم تا با داشتن احصای دقیق، آمار دقیق از اراضی دولتی از یک طرف، زمینه استفاده مؤثر زمین دولتی را برای مقاصد اولیای کشور مساعی بکنیم و همچنان زمینه برای جذب سرمایه گذاری سکتور خصوصی، رفع معضلات اجتماعی و در نهایت رسیدگی به مزد غصب. و برگزاری نمایشگاه موتورهای ژاپنی در آمریکا. نمایشگاه صنعت موتورهای ژاپن در موزیم موتورها در آمریکا برگزار شد. این برنامه با تازه ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان می‌پردازیم. وزارت معدن و پترولیم از ایجاد طرح به هدف قانونمندسازی معدنکاری های حرفه‌ای و کوچک خبر میدهد. سخنگوی این وزارت میگوید که قرار است این طرح پس از تایید شورای عالی اقتصادی عملی شود. در این حال شبکه نظارت از منابع طبیعی نبود یک چارچوب قانونی را از چالش های عمده فراه استخراج معدن در کشور میداند و میگوید که حکومت باید در گام نخست قانون معدن را تصویب کند. وزارت معادن و پترولیم میگوید که با اجرا گذاشتن طرح این وزارت برای قانونمندسازی معدنکاری های کوچک و حرفه‌ای همچو استخراج طلا به طریق رکشه‌ای در ولایت تخار، این فعالیت ها قانونمند خواهند شد و درآمدهای این وزارت افزوده خواهد شد. از سوی دیگر این وزارت وسایل فنی را در اختیار معدنکاران قرار خواهد داد تا استخراج معیاری شود و از ضایعات جلوگیری شود. استخراج مرمر، لاجورد از سوی افراد و خانواده ها و استخراج تلک و چونه از نمونه های دیگر معدنکاری های کوچک و حرفه‌ای در افغانستان هستند. په هغه سیمو کې چې موږ امکانات د دې لرو چې هلته موږ قانوني کو دا پروسه ارزیابیانې شوي دي او د دې طرحې وروسته چې دا طرحه یو ځل د افغانستان د شورای اقتصادي او د ترڅنګ د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې د لوري منظور شي، بیا به د تطبیق وړي. این در حالی است که بر بنیاد آمارهای شبکه نظارت از منابع طبیعی در 4 سال گذشته در حدود 90% معدنکاری ها در افغانستان به گونه غیر قانونی بودند. اعضای این شبکه میگویند که تصویب نشدن قانون معدن و عملی نشدن پروژه های استخراجی معدن از علت هایی هستند که استخراج غیر قانونی معدن را در کشور بیشتر ساختند. بهتر است حکومت به صداهای مراجع مختلف و به صدای مردم گوش بده و از سیاسی کردن سکتور معدن پرهیز بکنه. بر بنیاد قانون معدنکاری ها در ساحه 1 کیلومتر مربع و عمق 60 متر، معدنکاری های کوچک و معدنکاری های حرفه‌ای به معدنکاری هایی که از سوی افراد و خانواده انجام می شوند گفته می شود. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای قدیر مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. بسیار تشکر.
سلام به شما. ممنون. خانم مطفی، در نخست میشه جزئیات بیشتر در مورد همین طرح شما که به هدف قانونمندسازی مدنکاری های کوچک و حرفه‌ای هست، جزئیات بیشتر بر ما ارائه بکنین که بر بنیاد این قرار است چه کارهایی صورت بگیره؟ بسیار تشکر. استراتژی طرح مدنکاری حرفه‌ای و کوچک طرحی هست که توسط این طرح ما میتونم بگویم که ما معدنکاری حرفه‌ای و کوچک مبدل میکنیم به معدنکاری قانونی که در اونجا ما نظارت خوبتر داشته باشیم، بتانیم اشتغال زایی بیشتر بر مردم خود داشته باشیم و جلوی استخراج غیر قانونی را بگیریم. طرحی به خاطر معنی جوړیږي، استراتژی به خاطر معنی جوړیږي چې مونږه د سکتور نه پسنه استخراج سکتور کې کوم ظرفیت ده، د سکتور نه د ظرفیت چې موجود ده نه ګټه واخلو. نه یوازې د کوچنیو معدنکاری دغه استفاده په درېمه نړۍ کې، بلکې په نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سنې استخراجي سکتور کې دغه کوچني حرفوي معدنکاری شته دی. او په اساس د فیصدیو که بحث وشي، موږ ویلی شو چې په زیاتره هغه هیوادونو کې، لکه یو مثال افریقا هیواد دی چې هلته هم دغه معضله موجود وه چې غیر قانوني کیندنې خودسر کیدلې، حرفوي کیدلې، او دا یو په تاریخي شکل سره کېږي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې کله هم دا یو قانوني پروسې ته راځي، په دې کې ډېر موارد باندې غور کېږي. یو دا ده چې صحي برخه کې، بله دا چې هغه حقوق برخه کې، کارګر حقوق برخه کې چې هلته باید د کارګر حقوق تلف نه شي، یا د ماشومانو نه د غیر قانوني کیندنو مسله چې دا یو غټه مسله ده، او د محیط زیست تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه حرفوي معدنکاري یا انفرادي معدنکاري چې ده د محیط زیست هم ډېر تاوان رسي، منابعو ته هم زیات تاوان رسي. او زموږ اکثره هغه منابع چې هغه زموږ لپاره ډېر مهم ارزښت لري، مثلا نیمه قیمتي ډبرې دي، یا مثلا قیمتي ډبرې دي چې په هغه سیمو کې په ځینو برخو کې د عامو خلکو یا د حرفوي معدنکاري لري دا استخراجېږي. هدف اساسي طرحه ای است که ما قانونمند بسازیم پروسه را، بتانیم کسایی که در بخش استخراج معدن هستند او را به تفکیک بشناسیم و او معدنکاری را مبدل به یک سند بکنیم که در سکتور صنایع استخراجی یک هم بتانیم عواید داشته باشیم، هم بتانیم اشتغال زایی بیشتر بر مردم خود داشته باشیم. و هم میتونیم موارد های هم وجود داره، شبکه هایی که نات هایی که در بخش معدن اینا کار میکنن، گفتن این هست که شما در گام نخست بیاین قانون معدن تصویب بکنین تا بر از دو با شما بتونین راهکارها و پالیسی های خیلی زیاد را مد نظر بگیرین تا حداقل ما شاهد پیشرفت در بخش معدن افغانستان باشیم. فکر میکنم که معلوماتشان ناتکمیل است. در این راستا قوانین، اولین پروسه که ما کار شروع کردیم بالای قوانین بوده و خوشبختانه سکتور صنایع استخراجی فعلا داره قوانینی هست که او قوانین تسهیلات فراهم میسازد، تسهیلات برای سرمایه گذاری ها فراهم میسازد. طرح معدنکاری حرفه‌ای کوچک و استراتژیش که فعلا کار میکنه، اینمی قانونی هست که برای ما واضح کرده که ما در بخش استخراج سکتور صنایع ما قانون معدن تصویب شده داریم در حال حاضر که بر بنیاد از شما بتونین کار را انجام بدین. ببینین تمامی پروسه ها، تمامی کارهایی که در سکتور صورت میگیره، نظر به قانون نافذه کشور، نظر به قانون معدن، نظر به مقررات معدنکاری و نظر به پروسیجرهای کاری و نظر به پالیسی سکتور صنایع استخراجی که حکومت افغانستان در این راستا اقدامات خوبی را انجام داده. مثلا ما یک دیدگاه استراتژیک فعلا داریم و نظر به اونمو دیدگاه استراتژیک ضرورت داریم که ما این معدنکاری حرفه‌ای را و معدنکاری که بسیار عام است و بیشترین عواید مثلا به هزارها نفر فعلا مشغول این سکتور هستند، و به خاطر که ما بتانیم از مزیت سکتور صنایع استخراجی برخوردار باشیم، ضروری است که این قوانین تطبیق شوه و قانونی که سکتور صنایع استخراجی فعلا پیروی میکنه از او تمامی قوانینی هست که تمامی سکتور بررسی کرده و بعد از بررسی ها قانون ترتیب شده. بیان روی ازی هم گپ بزنیم که استخراج غیر قانونی یکی از چالش های عمده در بخش معدن افغانستان است. عمده ترین کارهایی که تاکنون شما در این بخش انجام دادین، به علاوه از اینکه قانون ساختین، پلیسی ساختین، راهکار ساختین، چی بوده؟ زیو په تفکیک سره غواړم دا مسله واضح شي. کله چې مونږ د ستراتیژي خبره کوو، ستراتیژي په دې معنا نه چې هغه د کاغذ کې یو 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 فایل یا یو دوسیه وغه کې خوستل شي. مثلا مونږ تګلاره ویل، تګلاره کې مونږ اصلاحات باندې بحث وکړو، په اصلاحاتو کې مونږ مثلا په دې وروستیو کې د قراردادونو د ورک لپاره میکانیزم باندې کار وکړو، مونږ د ترانسپرنسي یا د شفافیت او حسابدهي لپاره پورټال جوړ کړ یا مرکز هم جوړ کړ، یا د عوایدو د معلومولو لپاره، د عوایدو لوړوالي لپاره، د قرارداد
استعدادونو سره د برخورد او د توطلبي پروسی دا ټول غ موارد چې عمل کی قانونو پټرولیم وزارت په دې معنی کار وکړو. خکله چې اوس تګلار راځي یا یو مونږ یو نقشه جوړو هغه د دې معنی ورکی چې مونږ پالیسی د دې لپاره جوړو چې هغه عملی کو او هغه مونږ لاسته راوړنه ولرو. مثلا د روس اوس مهال کې تاسو وګورئ په سکتور کې یو کلی تغیرات راغلي، یو دا چې سکتور په دې معنی پوهیږي چې مونږ په کومو برخو کې سرمایه ګذاري غواړو. په خا په دې برخو کې نه، مثلا یو سل اووه څلوېښت ساحې چې هلته نولس ولایتونو کې مونږ ساختماني موادو کې بالقوه ظرفیت هلته مونږ قراردادونو ته اماده یو، یعنې مونږ هغه ساحې تشخیص کړي، همداسې په تالک، مرمر، کرومایټ، همدغسې په ستراتیژیکو منرالونو کې، همدغسې په نورو مهمو منرالونو کې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو کې، همدغسې په نفتو کې زمونږ هغه تګلاره واضحه ده. وهغې برخې پرمختګونه راغلي. ما مخکې همدا خبره وکړه چې مونږ څنګه عملي کړه، تاسو برداشت وانهغست. ما درته وویل چې مونږ چې کله پالیسي او تګلاره جوړه کړه، مونږ دا کارونه ترسره کړه. اوس چقدر به اساس زمین پالیسی و راهکارهای شما تانستین در جریان سال گذشته مالی معادنه به قرارداد بتین با شرکت های خصوصی چقدر؟ خصوصی شرکتونو تم قراردادونه ورکل شوی دی، ترانسپرنسی پورتال هم جوړ شوی دی، د اوایدو راټولولو لپاره میکانیزم هم جوړ شوی دی. زمونږ اواید هم په تیر کال کې لوړ و، مونږ بودیجه هم ډیر مصرف کړی وه. او دې ترڅنګ یو مسله چې ډیره واضحه ده، هغه دا ده چې کله هم په سکتور کې د تغیراتو بحث کیږي، دا په دې معنی استدلال کوي چې پالیسی چې جوړه شوه هغې کار وکړل. در جریان سال گذشته شما واگذار کردین به بخش خصوصی و کدام معادن است؟ قراردادهای بزرگ بوده، قرارداد طلای بدخشان بود، قرارداد مس بلخاب بود، قراردادهای اکتشافی دوری حوزه مودریا بود، همچنان در بخش دیگه قراردادهای بالقوه ما فعلا در شورای اقتصادی حاضر است که اونجا برند، مثلا در بخش تال، کرومای، در بخش مواد ساختمانی، در بخش منرال های استراتژیک. ببینین بحثی اساسی است که وقتی که بحث استراتژی و پالیسی میشه، به ایمان است که ای باید تطبیق شو و نتایج مطلوب داشته باشیم. ما سکتور صنایع استخراجی نتایج مطلوب فعلا به دست آوردیم، نقشه را در حال تطبیق است و پالیسی معدنکاری حرفه‌ای کوچک یک پالیسی هست که مبدل میکنه معدنکاری مسلکی و ما میتونیم اواید داشته باشیم از این راستا و ما میتونیم بیشترین اشتغال زیر برنامه داشته باشیم. تا لحظات دیگر خوشبینی از بارندگی های اخیر در کابل. برنامه بازار خوش آمدید. بیننده این بخش برنامه بازار باشید تا آخرین تحولات از بازارهای افغانستان بدانید که از چه قرار است، تا بر اساس از او هم شما بتوانید که معاملات روزمره تان را انجام دهید. در گام نخست هم میبینیم که بهای مواد خوراکی چگونه است. نسبت به هفته گذشته آیا تغییرات در بهای مواد خوراکی تاکنون با وجود آمده است یا که خیر؟ بله، آنچنان که شما هم مشاهده میکنین در حال حاضر 50 کیلوگرم آرد 1360 افغانی در بازارها به فروش میرسه. هفته تا گذشته تا 1400 تا 1080 افغانی هم ما داشتیم که 50 کیلوگرم آرد به فروش میرسید. یک لیتر روغن هم 70 افغانی به فروش میرسه. هفته گذشته تا 75 افغانی نیز به فروش میرسید. به همین ترتیب یک کیلوگرم شکر 40 افغانی به فروش میرسه. یک کیلوگرم برنج سیلی اول هم در بازارها 105 افغانی به فروش میرسه. بله، به همین ترتیب یک کیلوگرم چای هم 300 افغانی در حال حاضر در بازارها به فروش میرسه. بخش عمده از مواد خوراکی مورد نیاز افغانستان از کشورهای بیرونی وارد می شود و خواست و امیدواری شهروندان کشور هم همین است تا حکومت در بخش کشاورزی کار بکنه تا حداقل مواد خوراکی مورد نیاز شهروندان کشور در داخل کشور اینجا تولید شود و نیاز ما نداشته باشیم که با هزینه های گزاف از کشورهای بیرونی مواد خوراکی را وارد بسازیم. و در این بخش بهای نفت و گاز مایع را می بینیم که از چه قرار است. بله، یک کیلوگرم گاز مایع 56 افغانی در حال حاضر در بازارها به فروش می رسید.
یک لیتر پترول هم 54 افغانی در بازارها به فروش میرسه. به همین ترتیب یک لیتر دیزل هم 54 افغانی در حال حاضر در بازارها به فروش میرسه. افغانستان سالانه به ارزش 2 میلیارد دلار مواد نفتی و گاز را از کشورهای بیرونی وارد میسازد. و نرخ شمار ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 50 پول در بازارهای ارز افغانستان تبادله صورت میگیره. یک یورو 86 افغانی در بازارها تبادله میشه. به این ترتیب اسعار دیگر رو میبینیم که چگونه است. یک درهم امارات 20 افغانی و 70 پول تبادله میشه. 1000 روپیه هندی 1070 افغانی در بازارهای ارز افغانستان تبادله میشه. دو هفته گذشته تا 1080 افغانی هم ما داشتیم که 1000 روپیه هندی تبادله میشد. 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی هم 536 افغانی در بازارهای ارز افغانستان تبادله صورت میگیره. و در این بخش برنامه بازار همکارانم گزارش را در مورد بارندگی های اخیر مفیدیت هایی را که میتونه این بارندگی ها در پی داشته باشه آماده ساختن که با هم یک جا میبینیم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث کارگاه آموزشی دروزه را از بهر آگاهی دهی در پیوند با کاهش خطرهای رویدادهای طبیعی برگزار کرده است. اما آتش سوزی های اخیر در کابل، ننگرهار و لغمان باعث شدند که در این نشست نیز با آتش سوزی ها پرداخته شود. سخنرانان به شمول مقام های دولتی به این باورند که دولت و مردم مسئولیت هایشان را در این بخش به گونه لازم عملی نکردند. میلیون دلار مصرف میکنیم، کپسول اطفای ضد حریق و قدر کار بسیار پیچیده است. نمیفهم تانگ تیل میسازیم، ساختمان های بلند منزل میسازیم، مرکز تجارتی میسازیم. این از وظایف شهروندی ماست. ساختمان هایی که ساخته میشه، کسی که مجوز ساخت ساختمان میده باید از مالک بخواید که یک سلسله مقررات ایمنی را باید رعایت بکنه. در این میان معین فنی اداره ملی حفاظت از محیط زیست فراتر می رود و پرده از روی علتهای عملی نشدن معیارهای ایمنی و محیط زیستی در روند ساخت و سازها بر می دارد. می آید جواز می گیرد که برش بگویی که اینی معیارهایش است، باز برای تو واسطه پیدا می کنه. باز وزیر صاحب زنگ می زنه، والی صاحب زنگ می زنه، وکیل صاحب زنگ می زنه، رفیقش پیدا می کنه، همکار دفترش پیدا می کنه، می گه به شما بگو که کار ما را زود خلاص کنه. دوجا کار شاید از یک ماه به یک هفته بیاید، ولی چنین عواقبی که باز در قبالش به وجود آمد، دوجا باز میگه ادارات دولتی ندارن. صلاحیت عام تام داره اداره ملی حفاظت محیط زیست که قانون محیط زیست اجرا بکنه و به خاطر از او اینا میتونن که با متخلفین برخورد قانونی بکنن در هماهنگی با نهادهایی که در راستای تطبیق قانون فعالیت دارن. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که پیش بینی ها نشان میدهند که امسال بارندگی های بیشتر رخ خواهند داد و از همین هکنون برای کاهش خطرهای برف کوچ ها و سیلاب ها باید آمادگی گرفته شود. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای احمد تمیم، از می نماینده وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. ممنون از شما، عرض سلام خدمت شما بیننده و همکار عزیز. ممنون. خواهی زمیان، چنان که نشست که امروز بود بیشتر روی ساخت و سازهای غیر میاری که اما میارهای آتش نشانی بیشتر در از اونا متنظر گرفته نمیشه و سبب حوادث طبیعی صورت میگره، سبب آتش سوزی ها میشه که زیانهای هنگفتی را بازرگان های ما متقابل میشن. چرا همین موارد از طرف کسانی که میان ساخت و ساز میکنن، ساختمانهای بلند راهیشی را میسازن، همین موارد متنظر گرفته نمیشه یا برشان گفته نمیشه؟ خب خدمت شما باید عرض کنم که امروز ورکشاپ روی این مسئله برگزار شده بود. بله. تحت عنوان کاهش آسیب پذیری حوادث. خب برمیگشت به حوادث طبیعی و غیر طبیعی. خب بحث آتش سوزی مسائل را که شما مطرح کردین، این برمیگرده به حوادث غیر طبیعی که اراده خود انسان دخیل است در ازی. بنابراین این برمیگرده برای اداراتی که بیشتر نقش را میتونه در اینجا ایفا بکنن یا فعالیت داشته باشن و همچنین شهروندان که مخصوصا تاجرین محترم که روی ازی مسئله کار میکنن و میان سر ساخت ساز خودشان و پا به عرصه تجارت میگذارن. پیشنهاد وزیر سوم جناب محترم وزیر سوم امروز همین بود که حداقل اینا توجهی داشته باشن به قسمت ازی که میان وقت میخواین یک تانگ تیلی، یک مرکز تجارتی را ایجاد بکنن،
برایند زیر متوجه باشند که چی خواهد شد و حداقل میزان آسیب پذیریش متوجه باشند. ما همواره با اداره ملی حفاظت از محیط زیست که بیشتر مسئولیتی از زیره داره او هم ادعای میره داشتن که ما همواره برشان تاکید میکنیم که حداقل شما این معیارا را در نظر بگیرین که وجود دارد، چون جواز از آدرس از او برشان داده میشه اینجا نقش از او برجسته است ولی توجه نمیکنن. زمانی که حادثه اتفاق میفته خدای نخواسته باز میان مراجعه میکنن به اداره ملی مبارزه با حوادث که برای ما رسیدگی صورت بگیره که اتفاقا او زمان دیگه اداره ملی مبارزه با حوادث توانمندی و ظرفیتش به او اندازه هم نیست، بلاز بودجه‌ای که به کلن تخریب یک منزل را مثل که شما شایدش دست ماه اخیر بودین و تانگ تیل را بتانه تمویل بکنه و جبران خساره بکنه که از اوده اداره بالاتر است. از اول لحاظ پیشنهاد وزارت دولت در مورد رسیدگی به حوادث برای تاجرین محترم همی است که وقت شما من سرمایه گذاری میکنین در کشور حداقل به صدای ادارات زیربط که در خصوص این مسائل کار میکنن و جوازی را برای شما میتن گوش فرا بتین و معیارا را در نظر بگیرین که پس از این با جدیت روی مسئله کار صورت گرفته و همی اکنون هم ما روی یک پلان کار کرده رسیم، طرح کار کرده رسیم که بتانیم معیاری بسازیم زیر ساختارا و این مسائلی را که میان تاجرین محترم رویش کار میکنن. به این لحاظ یک مقدار امیدواری در آینده وجود داره نسبت به گذشته که تا ما بتانیم جلوگیری از همچو خب راه های حل که در این ورکشاپ بیشتر روی از او تاکید شد و میتونه که سر بازرگانان و تطبیق شد کدام مورد است؟ خب در این ورکشاپ بیشتر روی خب حوادث طبیعی تمرکزش بیشتر بود، به لحاظ از اینکه ما شاهد خشکسالی بسیار بزرگی در افغانستان بودیم که نگران کننده بود خیلی زیاد و ما با هر روز با بیجا شده دست پنجه نرم میکردیم و برای زیاد تلاش میکردیم که تحت پوشش قرار بدیم. روی ازی بیشتر تلاش بود که ما راهکار در آینده چی داشته باشیم تا بتانیم وقایه بکنیم خشکسالی را که متخصصین محترم اساتید گرامی امروز پریزنتیشن های بسیار خوب و مفید را ارائه کردن که اونجا اشراک کننده ها مستفید شدن و ما تمامی پریزنتیشن ها را یک در واقع کتابی را چاپ کردیم که همه از دو درج است و دو نهفته است که میتونه به دسترس شهروندا قرار بگیره و در مکاتب تطبیق شوه، در دانشگاه ها تطبیق شوه که حداقل در آگاهی دهی ما میتونه نقشی را داشته باشه و این مسائل بیشتر بود، مخصوصا آلودگی هوا بحثش بیشتر بود که ما بتانیم از این چگونه وقایه بکنیم. راهکاری که امروز راه کردن مخصوصا در قسمت بارندگی و این مسائل بود و همچنین در خصوص حوادث غیر طبیعی که بیشتر آسیب پذیر بازرگانان کشور می باشند که آنچه شما مطرح کردین پیشنهاد ما همی بود که یا حداقل اگر میان کارهای ساخت و ساز میکنن و تجارت را ایجاد میکنن باز میکنن درشه آنچه که نیاز است برای کاهش آسیب پذیری برای وقایه با خود داشته باشه، از جمله بالونایی که برای خاموش ساختن آتش فشان نیاز است که باید باشه، از او استفاده بکنن در مناطقی که کار میکنن فعالیت میکنن، حتی در خانه ها که باید از جلوگیری صورت بگیره. ای از پیشنهادهای اگر بگونه اجباری شود این پیشنهاد در طرح در چارچوب یک طرح یا گنجانیده شود میتونن کن زمان تاثیرگذاری خیلی زیاد داشته باشن. جلسات را پای هم سکرتریت کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث روی این مسئله برگزار کردن. بله. پلانی را که ما ساختیم و طرز عملی را که ساختیم در طرز عمل همی است که با جدیت باید پیگیری شود و پس از این هر بازرگانی که میخوان شرکت تجارتی از قبیل تانگ تیل و مسائل داشته باشند این معیارها الزامی است بالایشان که پس از تطبیق شود و شما ببینید تصور بکنید 1000 تن بیشتر نفت را میارن تیل مثلا در یک جایی که نزدیکتر در شهر است، ببینید هر روز اونجا ازدحام است، رابندی است، طبیعتاً که اونجا به اثر کوتاهی یک شهروند میشه که منجر به یک حادثه بسیار بزرگی که شاهدش بودیم تمام شوه. از اون لحاظ معیارها را در نظر گرفتیم و این الزامیت است که بالای تمامی بازرگانان تطبیق خواهند شد، هم از آدرس اداره ملی حفاظت از محیط زیست، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث که اعضای کمیسیون هستند مشترکاً کار صورت گرفته و در آینده نزدیک شهروندان کشور شاهد جدیت این مسئله خواهد بود و تطبیق خواهد شد. بله، در کنار از بیان روی مو کاهش اثرات حوادث طبیعی هم از شما سوالی داشته باشیم که در این قسمت چه برنامه های روی دست است، چگونه شما میخواین که اثرات حوادث طبیعی تا اندازه کاهش پیدا کنه؟ دقیقاً ما مخصوصا بیشتر تمرکز ما روی ازی است که از سیل و برف کوچی مسائل جلوگیری بکنیم. برمیگرده به این که ما تمرکز ما پس از آنچه که سال 97 ما
داشتیم بیشتر از 400 میلیون افغانی را در خصوص تطبیق پروژه وقایوی داشتیم که ما تحکیمات داشتیم و دیوارای استنادی را ایجاد کردیم که هزارها خانواده را ما برشان مسئولیت ایجاد کردیم، میزان آسیب پذیری را کاهش دادیم. یک دستاورد بسیار کلان میتونه برای حکومت باشه، برای شهروندان یک امیدواری بسیار بزرگی است که حالا نسبت به گذشته مسئولیت برشان ایجاد شده که خانه‌هایشان از حوادث طبیعی در امان بوده میتونه. به این لحاظ این کار ما را، این فعالیت ما را ما تا سالهای آینده گسترش داده میتیم که بتانیم میزان آسیب پذیری را نسبت به سالهای گذشته کاهش بدیم. آنچه که شما در ماه در هفته گذشته شاهدش بودین که استراتژی ملی کاهش خطرپذیری حوادث در ریاست اجرایه رو نمایی شد که مبتنی بر چارچوب سندای بود که یک سند جهانی برای کاهش خطرپذیری حوادث است. بله، تشکر آقای احمد تمیم عظیمی نماینده وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث. سپاس از اینکه با ما حضور یافتید. تا لحظات دیگر. بانک اطلاعاتی زمین در کشور. ادامه برنامه بازار خوش آمدید. وزارت شهرسازی و اراضی میگوید که به هدف ایجاد بانک اطلاعاتی زمین در کشور در 8 ماه پسین بیش از 2,500,000 هکتار زمین دولتی در 28 ولایت کشور سرویشت است. رئیس رابط آمین وزارت می افزاید که امسال از زمین های ثبت شده در بانک اطلاعاتی بهره برداری نیز شده است و در گام نخست بیش از 2,000 جریب زمین در ولایت هرات برای اسکان بجاشتگان اختصاص یافته است. در این حال اتاق تجارت و صنایع می گوید که باید زمینه های سرمایه گذاری های خصوصی با استفاده از این زمین های دولتی نیز فراهم شود. ایجاد بانک اطلاعاتی زمین از برنامه های بزرگ اداری اراضی بود که با مدغم شدن این اداره با وزارت شهرسازی و مسکن چگونگی ادامه این برنامه با پرسش های روبرو شده است. اما وزارت شهرسازی و اراضی می گوید که همکنون نیز بیش از 100 تن از کارمندان فنی در بخش سروی زمین در حال سروی و ثبت زمین ها و ملکت های دولت در 28 ولایت کشور هستند و این روند متوقف نشده است. تلاش میکنیم تا با داشتن احصای دقیق، آمار دقیق از اراضی دولتی از یک طرف زمینه استفاده مؤثر زمین دولتی را برای مقاصد اولیای کشور مساعد بکنیم و همچنان زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی، رفع معضلات اجتماعی و در نهایت رسیدگی به موزل غصب که یک جنجال مهم فراراه تطبیق پروژه هاست ما بررسی رسیدگی کردند. در همین حال اتاق تجارت و صنایع میگوید در حالی که زمین های بسیار دولتی در بخش های گوناگون کشور وجود دارند که حتی دولت هم از آنها استفاده نمی کند، اما در سوی دیگر سرمایه گذاران با کمبود زمین روبرو هستند. این نهاد افزون بر فراهمسازی زمین بر حل مشکلات دیگر زیربنای بخش خصوصی نیز تاکید می ورزد. دمځکی کمبوت یوازې داسې نه چې په کابل کې په ډیرو ولایتو کې احساس کیږي. دمځکی سره موږ نور زیربنایي پروژو ته ضرورت لرو. ارزو مو دغه چې دمځکی سره یو ځای نور زیربنایي پروژې ولرو لکه برق. قرار است پس از سروی زمین ها و ملکیت های دولتی اطلاعات مربوط به آنها در یک سیستم برقی جا داده شوند تا از سوی نهادهای گوناگون خصوصی و دولتی استفاده شوند. وزارت شهرسازی و اراضی میگوید که از همین رو این کار زمانگیر خواهد بود و احتمال دارد که سال آینده نیز به پایان نرسد. شروع این موضوع گفتگو میکنیم با آقای حشمت‌الله ناصری، رئیس رابط عامه وزارت شهرسازی و اراضی. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان. ممنون آقای ناصری. همین که شما آمدین بانک اطلاعاتی زمین ایجاد کردین، در نخست میشه که هدف ایجاد از این بانک بگوین و اینکه چقدر از زمین های دولتی تا کنون درج این بانک شده؟ تشکر. بانک زمین دولتی به تاریخ 8 عمد سال 1397 هجری خورشیدی کار رسمی ثبت زمین ها از طریق از این بانک آغاز شد و ما در مدت با گذشت 9 ماه تانستیم که یک تصحیح بکنم که 2.5 میلیون جریب زمین دولتی را ما سروی کردیم و هدف از ایجاد از این بانک سروی و ثبت تمام زمین های دولتی و ملکیت های عمومی تحت استفاده دولت است تا با این روند ما بتانیم زمینه استفاده مؤثر از اراضی دولتی را برای مقاصد اولیه کشور فراهم کنیم. بله، درجه از این زمین ها در بانک اطلاعاتی زمین میتونه چقدر این هم کمک بکنه که جلوگیری صورت بگیره از غصب زمین های دولتی؟
خب در مجموع بحث ما روی ازی است که آمار و احصای دقیق از ارزی دولتی تا فعلا در دسترس ما وجود نداره و یکی از دلایل همی است که این بانک ایجاد شده تا ما آمار و احصای دقیق تر از ارزی دولتی بسط قریه، بسط ولسوالی، بسط ولایت و در مجموع از کشور داشته باشیم. ای نه تنها در قسمت آمار دقیق تر از غصب زمینار هم را ما کمک خواد کرد که بالاخره اگر احصای دقیق از این مورد داشته باشیم، بلکه در قسمت اختصاص دادن زمین برای عودت کنندگان و بیچاره شدگان داخلی هم میتونه کمک بکنه به جلب سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی و تطبیق پروژه های عامل منفی حکومت. در مجموع یک روندی هست که یعنی هم حکومت، هم مردم و هم سکتور خصوصی از این نفخات بود. بله، بیاین روی برنامه هایتان هم صحبت بکنیم. به اینکه شما تنها در هرات یک بخش از زمین های دولتی را دادین به کسانی که بیچاره شده هستند، در ولایت های دیگر پلان شما چی است؟ آنچنان که بخش خصوصی هم انتصاب داره از شما که یک بخش از این زمین های دولتی در اختیار از اونها نیست گذاشته شد تا اونا بتونن که سرمایه گذاری داشته باشن؟ خب روند سروی زمین های افغانستان در 28 ولایت کشور آغاز شده و ما خوشبختانه 2.5 میلیون جریب زمین دولتی را با گذشت 9 ماه ما سروی کردیم و این روند ادامه داره. امیدواری ما باید است که تا ختم سالی رقم هم بالا بره و با سالهای بعدی یا سالهای آینده ما بتونیم رقم بیشتر در دست خود داشته باشیم. در خصوص اسکان عودت کنندگان و بیجا شدگان که ما 2000 جریب زمین دولتی را در شهرک سعادت خود ولایت هرات البته برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی اختصاص دادیم، از طریق بانک زمین دولتی ما تا فعلا تانستیم اضافه تر از 100000 جریب زمین دولتی را در 10 ولایت افغانستان که ولایت هایی هستند که بیشتر در اوج شمار بیشتر از عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی زیادتر در اوج به نظر می رسند ما تا فعلا تثبیت کردیم و فرمان 305 مقام عالی ریاست جمهوری که در خصوص استقرار عودت کنندگان و بیجاشتگان و اختصاص دادن زمین بر ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی است، ما در روشنایی از این فرمان یک سلسله از معیارها و شرایط توسعه شده در این فرمان مندرج است که با توجه به او ما زمین تثبیت میکنیم و زمین مناسب در اختیار استفاده کنندگان و در اختیار ادارات تطبیق کننده البته ما قرار میتیم تا اونا با مقصد شهرک برازی قشر آسیب پذیر و قشر مستحق البته برشان اختصاص بود. یعنی در ولایت های دیگر پس از اینکه در 28 ولایت کار سروی زمین های دولتی به اتمام رسید، در ولایت های دیگر می گسترش پیدا میکنند تا زمین های دولتی در اونجا نیست تثبیت شود؟ کاملا ولایت 6 ولایت دیگری که البته از پروسه مانده، ما در سال 2019 میلادی دقیقا این پروسه را هرچند پروسه ملی است ولی افغانستان شمول می سازیم و تمام ولایت تحت پوشش از برنامه خواهد آمدن و تلاش ما به می است که به زودترین فرصت روند سروی زمین های دولتی تکمیل شود تا زمینه برای تحقق پروژه های عامل منفعه حکومت مساعد شود. آقای نصیری، بیان روی ازی هم صحبت بکنیم که چقدر از زمین های دولتی در حال حاضر تحت اجاره و تحت کرایه بخش خصوصی قرار داده و یا هم که افراد به نحو را گرفتن و بر کس دیگر به اجاره دادن که یکی از مشکلات عمده در حال حاضر هم امین گفته میشه؟ خب آمار و ارقام دقیق تر فعلا در دسترس ما قرار نداره. ما به خاطر درک از این مسئله می بانک زمین دولتی را ایجاد کردیم تا ما آمار و احصای دقیق تر از اراضی دولتی را که هم تحت استفاده دولت است و بالاخره به مقاصد مختلف از او استفاده صورت میگیره ما اینا را آمار و ارقام دقیق تر داشته باشیم. فعلا بحث اجاره دهی زمین های دولتی البته از یکی از مسئولیت های وزارت شهرسازی و اراضی خواهد بود و ما تلاش داریم تا با به دسترس قرار دادن زمین دولتی به سکتور خصوصی زمینه رشد سکتور خصوصی را در عرصه های مختلف ما فراهم کنیم تا از این طریق از یک طرف جذب سرمایه گذاری در افغانستان صورت بگیره و از جانب دیگر فرصت های شغلی برای هموطنان مساعد شود. یعنی با بخش خصوصی به گونه کرایه داده خواهد شد؟ فعلا روی ساختارهای مشخص کار جریان داره. ما در صدد بازنگری مسائل تشکیلات هستیم چون اداره اراضی اسبق و وزارت اراضی شهرسازی و مسکن اسبق اینا مدغم شدن. روی تشکیلات، روی طرها، روی دورنما و دیدگاه کار روان است و بزرگترین فرصتی را ما نهایی میکنیم. بعد از او باز میشه که جزئیات خدمت شما اشاره کنم. بله، در کنار از این یک سال دیگه هم میخوایم در مورد زمین های دولتی در مورد غصب این زمین ها داشته باشیم. در طول سال های گذشته چقدر از زمین های دولتی غصب شده و از طرف چه کسانه؟ آمار ابتدایی که در اساس خود داریم هرچند شاید بسیار دقیق نباشه ما 1.6 میلیون جریب زمین دولتی را فعلا در افغانستان تحت عمل غصب داریم و خوشبختانه ما در قسمت سرداد زمین های غصب شده دولتی هم کارای کردیم، چنانچه ما در جریان 4 سال اخیر 500000 جریب زمین دولتی را دوباره چنگال غاصبان رها کردیم و فهرست 18823 نفر غاصبه که به نحو در غصب زمین های دولتی اینا دخیل بودن با ارگان های عدلی و قضایی معرفی کردیم. آمار و یافته های ما نشان میده که بیشتر اکثر مردم های زورمند های محلی هستند که با استفاده از زور و
صلاح و قدرت که داره اینا زمینا را تحت تصرف خدا آوردن و به مقصد شخصی خود از اونها استفاده میکنن. اما بس از اینکه کی ها دی دخیل هستن بالاخره برمیگرده به ارگان های محترم عدلی و قضایی که اینا به ذو قسمت معلومات جزئیات وجزات یعنی زورمندان محلی چی کسانه هستن بالاخره که اینا اینقدر قدرت دارن که میتونن زمین دولت را غصب بکنن؟ خب هر اداره از خود پالیسی مشخص خود داره در قسمت کارهای خود. ما یک منحس اگر نهاد پالیسی ساز کار ما است که ما رو احصای دقیق تره و فهرست از کسایی که در غصب دخیل هستن نارا با ارگان های عدلی و قضایی شریک بکنیم. بس افشاگری و بالاخره با کیفیت اعمال رساندن این مردم تعلق داره به خود ارگان عدلی و قضایی که دوسیه ها را به شکل دقیق ترش و با اسرع وقت اینا را بررسی بکنن، بالاخره آمار و جزئیات امرای رسانه محترم شریک کنن تا مردم آگاه شن. یعنی شما کار روی از هم آغاز کردین که باید این زمینه های دولتی از نصب غصبان دوباره پس بگیرین؟ 500 هزار جریب زمین دولتی را ما سرداد کردیم در جریان 4 سال اخیر با کمک نیروهای امنیتی کشور و تلاش ما به می است که زمینایی که تحت عمل غصب قرار داره اینا دوباره سرداد شوند و زمینه استفاده مؤثر از زمینهای دولتی مسئله شود تا بتانیم از یک طرف جلو غصب گرفته شود و از طرف دیگر فعالیت های خوب را که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان روی زمین داره و می خوان اونها را تطبیق بکنن زمینه برای تحقق از نام مسئله شود. تشکر آقای حشمت‌الله ناصری رئیس رابطه عامه وزارت شهرسازی و اراضی. سپاس از اینکه به برنامه حضور یافتین. خیلی سپاس. ادامه خبرها، ریاست کار امور اجتماعی ولایت بدخشان میگوید که قرار است نزدیک به 60 تن از کارآموزان در بخش حرفه را برای کارآموزی در بخش‌های بازرگانی، صنعتگری و صنایع دستی به کشور عربستان بفرستد. به گفته این مسئولان این کارآموزان شامل زنان و مردان هستند که برای مدت بیشتر از یک ماه با زنان بازرگان عربی تبادل نظر می‌کنند. از هم شماره از بانوان بازرگان با استقبال از آغاز این برنامه میگن که پس از فراگیری این دور آموزشی میتوانند که زمین کار را برای دیگر بانوان نیز فراهم سازند. بدخشان ولایتی است که بیشترین زنان آن مانند مردان مشغول کار و بار همچو بازرگانی، صنعتگری و ساخته های دستی هستند. بیشتری زنان این ولایت از پول شخصی خود کارخانه ها ایجاد کرده اند و چند تنی دیگر را نیز با خودشان مشغول کار کرده اند. اکنون ریاست کار امور اجتماعی ولایت بدخشان میگوید که عربستان سعودی آماده است که بیشتر از 60 تن از بانوان و مردان صنعتکار بدخشان را در زمینه های بازرگانی و صنایع دستی آموزش بدهد. 2500 نفر قرار است که وزارت کار امور اجتماعی با امارات متحده عربی تفاهم نامه امضا کردند به خارج روان بکنند. از همین میان بر هر ولایت سهمیه داده میشه، در حدود شاید 50 نفر یا 60 نفر از ولایت بدخشان باشد. ریاست امور زنان نیز از کارآموزی زنان بازرگان بدخشان در کشورهای بیرونی استقبال میکند. یک گام مثبت، یک کار نیک و یک قدم خوب و یک واقعا یک دستاورد کلان برای دولت افغانستان است. از سوی هم شمار از بانوانی که از سالهای متمادی مصروف کار هستند میگویند که پس از فراگیری این برنامه در کشور عربستان میتوانند زمینه کار را برای دیگر بانوان بیکار فراهم سازند. خواستی ما از حکومت محلی و حکومت مرکزی ایست که زمینه را برای خانم‌ها مساعد بسازند که کسایی بروند که شایستگی این داشته باشند که خودشان کار میکنند از اول تا به آخر اونا بروند و کسایی نروند که اونا هیچ فعالیتی ندارند. زنان بدخشان همواره مانند زنان دیگر ولایت تلاش های زیادی کردند و در عرصه های مختلف کار میکنند و این زمینه ها که از طرف حکومت افغانستان برایشان مساعد میشود باید برای کسانی داده شوند که ظرفیت و لیاقت همچنان شایستگی داشته باشند. به گفته مسئولان ریاست کار امور اجتماعی بدخشان، عربستان در آغاز سال 2019 میلادی به شمول زنان و مردان بدخشان 2500 تن را از سراسر کشور برای آموزش حرفه برای مدت بیشتر از یک ماه آموزش می‌دهد. وزارت معدن و پترولیم از ایجاد طرح به هدف قانونمندسازی معدنکاری های حرفه ای و کوچک خبر می دهد. سخنگوی این وزارت می گوید که قرار است این طرح پس از تایید شورای عالی اقتصادی عملی شود. در این حال شبکه نظارت از منابع طبیعی نبود یک چارچوب قانونی را از چالش های عمده فرای استخراج معدن می داند. تا لحظات دیگر. سروی بررسی شالیکاری در افغانستان.
شما بینده به نام بازار هستن. اداره ملی احصائیه و معلومات برای نخستین بار سروی را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در کشور انجام داده است. این سروی در 9 ماه گذشته به هدف بررسی شاریکاری در افغانستان انجام شده است و یافته های آن نشان می دهند که امسال 352 هزار تن برنج در کشور تولید شده است. در این حال وزارت زراعت آبیاری می گوید که استفاده از گونه های اصلاح شده برنج و بهبود نظام آبیاری زمین های شالی باعث شدند که با وجود خشکسالی فرآورده های شالی افزایش یابند. یافته های سروی اداره ملی احصائیه و معلومات نشان می دهند که در مقایسه با سال پار فرآورده های برنج در کشور 4% و زمین های زیر کشت آن 7% افزایش یافتند. ساحه را تخمین کردیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای و به ترتیب منبع دوم که در سروی در نتایج از مد نظر گرفته شد سروی زمینی بود. این سروی با همکاری وزارت زراعت و آبیاری و کمک جایکا یا نهاد کمک‌های جهانی ژاپن انجام شده است. تولیدات باقی سبزیجات و شالی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. صرف گندم للمی در سال جاری بنابری که کشزارهای للمی آسیب دید، کشزارهای للمی با باران وابسته است، کاهش یافت. از سوی دیگر بانک بر بنیاد سروی اداره ملی احصائیه و معلومات بیش از 61% نیازمندی های کشور به برنج در داخل کشور تولید می شود، اما بازارهای پایتخت پر از برنج های وارداتی هستند. در افغانستان امو تو فابریکا هم تو چه سال جور نشده، امکان داره برنج وطنی خوبش باشه، مزه‌دار باشه، ولی به طور رقمی که با بازار برابر میشه او رقم برابر نمیکنه. مردم افغانستان خوب از وطنی هم خوب از استفاده میشه، خارجی ممتا کیفیتش بالاست، از این خاطر مردم از خارجی استفاده میکنه. بر بنیاد این یافته ها امسال بر گستره 117 هزار هکتار زمین در 17 ولایت کشور شالی کش شده بود و از مجموع 352 هزار تن فراورده های برنج بیش از 47% آن در ولایت کندوز تولید شده است. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای یاسین فرهمند، آگاه امور کشاورزی. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام به شما و کارکنان تلویزیون طلوع و بیننده های محترم تلویزیون طلوع. ممنون. آقای فرهمند، آنچنان که اداره ملی احصائیه و معلومات اینا یک سروی را که با همکاری وزارت زراعت انجام دادن میگن که در جریان امسال 352 هزار تن برنج در کشور تولید شده، واقعا این آمار میتونه چقدر حقیقی باشه با وجود از اینکه ما خشکسالی ها هم در جریان امسال داشتیم و مشکلات آبیاری خیلی زیاد بود در جریان امسال؟ با احترام به این دیدگاه و نظر ریاست محترم احصائیه، نظر شخصی خود ما قسم است که ما با این آمار که ارائه کردن موافق نیستم. به خاطر موافق نیستم که از یک طرف امسال در افغانستان شدیدترین خشکسالی را ما تجربه میکردیم و از دیگر طرف شما میبینین که برعکس قیمت برنج امسال نسبت به سالهای گذشته در بازار یا مارکت فوق العاده ازدیاد یافته. شما یک سیر برنج امسال تقریبا به سیر 1000 افغانی یا یک بوجی برنج پاکستانی که 3000 افغانی به بازار عرضه میشه به این قیمت شما به دسترستان قرار میگیره. و از دیگر طرف ای که امی ارقام را که در کندوز اینا ارائه میکنن، در کندوز ما به خاطر موافق نیستم که وضع امنیتی چنان نبود که در کندوز به این پیمانه برنج تولید شود. ممکن شده باشه، ولی 352 هزار تن بسیار یک چیز قابل ملاحظه است. میشد که امروز مارکت داخلی ما توسط امی برنج به اصطلاح مملو میشد و از وارد کردن برنج پاکستانی ما جلوگیری میکردیم، ولی بدبختانه شما در بازار میبینید که تمام بازار برنج پاکستانی و یا برنج هندی اشغال کرده. بله، خب به قسمت ایزی که ما بتونیم که افزایش در بخش شالی داشته باشیم، ما تولید برنج با اینجا افزایش پیدا بکنن، نیازمند است که وزارت زراعت آبیاری چی کارها را باید روی دست بگیرن. اکنون که امیدواری های هم با وجود بارندگی های اخیر با وجود آمده است که سال گذشته ما بتونیم که تولیدات خوبتری در بخش کشاورزی داشته باشیم. خب با می امیدواری که امسال بارندگی ها آغاز شده و امیدوار هستیم که این بارندگی ها ادامه داشته باشه،
وزارت محترم زراعت برای ترویج شالیکاری اولین کاری که میکنه ورایتی های اصلاح شده که با مقدار کم آب ضرورت داشته باشه، یعنی به صورت دائمی باید است آب دن نباشه، به قسمی که ورایتی های قبلی قسمی با آب ضرورت داشت که اضافه تر از یک ماه یا دو ماه آب دن می بود، به این قسم باید است به این ورایتی ها ما ورایتی های جدید را به دسترس دیاقین قرار بدیم که تا اینا بتونن که با مقدار کم آب مو مقدار زیاد برنج تولید کنه. از دیگر طرف امی شالیکاری را میکانیزه بسازیم، یعنی از این حالتش بکشیم که این حالتی که دیاقین به بسیار مشکل در بین آب برنج بذر میکنن، باز نهالی میکنن و باز زیر جمع‌آوری میکنن، یعنی اونمو وسایل میکانیزه را در اختیار دیاقین قرار بدیم تا بتونن به صورت بسیار سادهش برنج تولید کنه. و از دیگر طرف در قسمت آماده ساختن برنج که امو قسمی که از کاه و دانه جدا میشه و ای بریان میشه آماده برای فروش میشه، اینی وسایل در اختیار دیاقین قرار بدیم تا یا بتونن به سهولت ایره به بازار عرضه کرده بتونن. بیشتر ورایتی که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیره کدام ورایتی است؟ یعنی در داخل ما این ورایتی ها را داریم یا که از کشورهای بیرونی وارد میشه که اینا آب زیادتر را نیاز دارن؟ در افغانستان ورایتی های مختلف هست که البته یک نوع که اوریزا ستیف است که نام لاتینش است، این همین نوع در افغانستان رایج است و انواع برنج باریک و لک به اصطلاح یا برنج لک میگفتند که زیادتر برنج لک در صفحات شمال بغلان پلخمری و اینجا تولید میشد و برنج معین شما بیاد داشته باشین برنج لغمانی میگفتند بهترین برنج شیرین بود، ولی امروز ورایتی های بسیار جدید در دنیا به وجود آمده که اینا به قسم متناوب به آب ضرورت دارن، یعنی به شکل دائمی به آب ضرورت ندارن، یعنی میتونیم که به صورت اقتصادیش برنج تولید کنیم. تولید برنج چقدر مدت در بر میگیره؟ زمانی که کشت میشه تا زمانی که حاصل برداری صورت میگیره، شما گفتین که حتی می بریان هم میشه و بعد از اون اینا میتونن که به بازار عرضه بکنن، چقدر مدت در کل می در بر میگیره؟ این خو چیز مربوط فامیل گرامینیس یا گراس هاست و به صورت عموم فامیل گراس ها در مدت 3 ماه یعنی میتونن که دانه تولید کنن و ای که چقدر پروسس در چیز میگیره حداقل یک ماه دیگره ضرورت داره برنج تا از زمانی که برداشت میشه تا زمانی که به بازار عرضه میشه یک ماه دیگره، یعنی در مدت 4 تا 5 ماه ما میتونیم برنج از جایی که نهالی کاری کردیم یا قوریه کردیم تا به بازار که عرضه میشه مدت 5 ماه را در بر میگیره. بله، خواهی فرمان بیان روی ازی هم صحبت بکنیم که در کدام بخش های از افغانستان زمینه تولید شالیکاری در اونجا وجود داره، زمینه ازی فراهم است که اونجا بتونن که کشاورزان برنج تولید بکنن. من خدمتون قبلا عرض کردم که برنج از جمله نباتات گراسی است. این میتونه در مناطق مختلف در ولایات مختلف افغانستان بذر شوه و در ارتفاعات مختلف حتی تا جایی که من بیاد دارم از ارتفاع 1000 متر از سطح بحر الا 3000 متر از سطح بحر که پایین ترین ارتفاع ما شما ولایتی که از ولایت لغمان ننگرهار اینجاست که در اینجا هم بذر شده میتونه و خوشبختانه حتی در بدخشان هم برنج بذر شده میتونه، ولی در افغانستان جایی که بسیار اقتصادی تمام میشه در پلخمری یا ولایت بغلان است، کندوز است، تخار است، لغمان است، ننگرهار است، نورستان است، به خاطر که اینها در معرض جریان آب دریاها قرار داره و آب به یک صورت کافی به اندازه کافی میتونه که بر ازیا برسه، به خاطر اینی ولایت مناسب برای بذر شالی میباشه. تشکر آقای یاسین فرحمند، آگاه امور کشاورزی، سپاس از اینکه به برنامه حضور یافتین. ادامه خبرهای اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که هرگاه بارندگی های اخیر در پایتخت رخ نمیدادند، این اداره به علت آلودگی بیش از حد هوا در شهر کابل حالت اضطرار اعلام میکرد. معین فنی اداره میگوید که واسطه و رابطه افراد در نهادهای دولتی مانع فرای عملی شدن معیارهای محیط زیستی در کشور است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث کارگاه آموزشی دروزه رازبهر آگاهی دهی در پیوند با کاهش خطرهای رویدادهای طبیعی برگزار کرده است. اما آتش‌سوزی‌های اخیر در کابل، ننگرهار و لغمان باعث شدند که در این نشست نیز با آتش‌سوزی‌ها پرداخته شود. سخنرانان به شمول مقام‌های دولتی به این باورند که دولت و مردم مسئولیت‌هایشان را در این بخش به گونه لازم عملی نکردند. میلیون دلار مصرف میکنیم، کپسول اطفای ضد حریق و قدر کار بسیار پیچیده است. نمیفهم تانگ تیل میسازیم، ساختمانهای بلند منزل میسازیم، مرکز تجارتی میسازیم. این از وظایف شهروندی ماست. ساختمانهایی که ساخته میشه، کسی که مجوز ساخت ساختمان میده باید از مالک بخواهد که یک سلسله مقررات ایمنی را باید رعایت بکنه. در این میان معین فنی اداره ملی حفاظت از محیط زیست فراتر می رود و پرده از روی علتهای عملی نشدن معیارهای ایمنی و محیط زیستی در روند ساخت و سازها بر می دارد. می آید جواز می گیرد که برش بگویی که اینی معیارهایش است، باز برات واسطه پیدا می کنه. باز وزیر صاحب زنگ می زنه، والی صاحب زنگ می زنه، وکیل صاحب زنگ می زنه، رفیقش پیدا می کنه، همکار دفترش پیدا می کنه، می گه به شما بگویی که می کار ما را زود خلاص کنه. دوجا کار شاید از یک ماه به یک هفته بیاید، ولی چنین عواقبی که باز در قبالش به وجود آمد، دوجا باز میگه ادارات دولتی ندارن. صلاحیت عام تام داره اداره ملی حفاظت محیط زیست که قانون محیط زیست اجرا بکنه و به خاطر از او اینا میتونن که با متخلفین برخورد قانونی بکنن در هماهنگی با نهادهایی که در راستای تطبیق قانون فعالیت دارن. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که پیش بینی ها نشان میدهند که امسال بارندگی های بیشتر رخ خواهند داد و از همین هکنون برای کاهش خطرهای برف کوش ها و سیلاب ها باید آمادگی گرفته شود. نمایشگاه صنعت موترهای ژاپن در موزیم موترهای پیترسن در آمریکا برگزار شد. بازدید کنندگان میگویند که نخستین موترهای تویوتا را که پیش از این ساخته شدند نگاه میاندازند و بدانند که چگونه موترهای ژاپنی به محبوب ترین موترها در جهان تبدیل شده. سپاس که بیننده برنامه بازار بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.